سنگسار کردن، جرد یعنی شلاق حدی، قطع عضو، نفی بلد یعنی تبعید و حبس ابد. دومین مورد از مجازات های اصلی اشخاص حقیقی قصاص هست. قصاص با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس، عزا و منافع است که به شرح مندرج در قانون اعمال میشه. و در ارتباط با قصاص ما قصاص نفس داریم و قصاص عضو. قصاص نفس در ارتباط با قتل عمدی هست و قصاص عضو هم در ارتباط با ضرب و جرح و منافع هست. منظور از منافع با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامی از نظر فقهی قصاص منافع اعضا هست. مثلا منفعت چشم در دیدن یا منفعت گوش در شنیدن، و این در جای مصداق پیدا میکنه که فرد جانی صدمه ظاهری وارد نکرده، بلکه مجنون علی کارکرد عضو رو از دست داده. به عنوان مثال الف ضربه به گوش به وارد میکنه و در ظاهر گوش صدمه ندیده، اما شنوایی خودش رو از دست داده. سومین مورد دیاد هستن. با توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی، دیه ام از مقدر و غیر مقدر، مالی که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. حالا در ارتباط با جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص نداره، منظور اینه که هرگاه قاتل پدر یا جد پدری باشه که قصاص نمیشه، یا اینکه قاتل دیوانه یا نابالغ باشه در ارتباط با قتل عمدی، یا اینکه مقتول دیوانه باشه یا قتل در حال خواب یا بیهوشی، یا مصادیقی از علل موجهه مثل دفاع مشروع که شامل این موارد میشه. و چهارمین مورد از مجازات های اصلی تعزیرات هستند. با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتیه که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشه و نوع، مقدار و کیفیت اجرای مقررات مربوط به تخفیف یا تعلیق و سقوط به موجب قانون تعیین میشه. و نکته‌ای که مهم هست اینه که دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی باید موارد زیر رو مورد توجه قرار بده، از جمله انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانیش در هنگام جرم، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب رو باید مورد توجه قرار بده. در ارتباط با مجازات های تعزیری، این مجازات ها به 8 درجه تقسیم میشن طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی که حتما به این ماده رجوع بکنید و انواع مجازات های تعزیری رو مورد بررسی قرار بدین. مجازات درجه 1 شدیدترین درجه مجازات و مجازات درجه 8 سبکترین درجه مجازات. مجازات اصلی اشخاص حقوقی. شخص حقوقی عبارت است از دسته از افراد هستش که دارای منافع و فعالیت مشترکی هست و قانون برای اونها یک حق و تکالیفی قائل شده، مثل شهرداری، دانشگاه، شرکت‌ها و انجمن‌ها. در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 که این ماده بیان می‌کنه در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی هست و شخص حقوقی thấy rồi
Mà quá này. Bỏ xả đây mà ta hàng thái luôn này. Ô ngoài nấu canh ngọt lắm nó dậy. Mới mướp, nấu mướp ngon lắm. Đây, đây.